وقتی که داریم توی فتوشاپ کار میکنیم همیشه اینطور نیستش که شما فقط روی یه دونه عکس کار بکنید خیلی وقتا اینطور هستش که شما داریم روی چند عکس به صورت همزمان کار میکنید به این ترتیب مجبور هستید که چند عکس رو با همدیگه باز بکنید فرقی نداره که مثلا شما توی بریج کار بکنید به این صورت مثلا در اینجا من یک عکس رو انتخاب میکنم دکمه کنترل رو نگه میدارم روی اون یکی و روی این یکی هم کلیک میکنم و میخوام همه اینها رو با همدیگه باز بکنم کافی هستش که سه تا عکس رو انتخاب بکنم و دکمه اینتر رو بزنم به این صورت میبینید که هر سه تا عکس توی فتوشاپ باز میشه اما نکته ای که وجود داره اینه که این عکس ها در داخل تب های مختلف باز میشن تب یا برگه به این شکل هستش که در این بالا اسم هر عکسی رو که شما بازش کردین رو در اینجا نشون میده اما خود عکسه نشون داده نمیشه تا اینکه شما روش کلیک بکنین به این شکل ببینید من رو این کلیک میکنم و بعد روی این یکی کلیک میکنم و دارم عکس های مختلف رو در اینجا میبینم به این روش چیدن عکس ها در کنار هم میگن روش چیدمان به صورت برگه یا به صورت تب اگر که با مثلا برنامه کروم کار کرده باشین یا با برنامه فایرفاکس کار کرده باشین یا برنامه ایج برنامه هایی که مثلا برای باز کردن صفحات اینترنتی هن. اگر که با این کار کرده باشین حتما دیدین که صفحات اینترنتی توی برگه های مختلف باز میشن و هر زمان فقط یکی از اون صفحات جلوی شما هستش اما شما هر وقت که بخواید میتونید روی اون برگه کلیک بکنین و برین سراغ اون یکی صفحه اینجا هم شما دقیقا میتونین هم همین کار رو انجام بدین اما وقتی که شما این عکس ها رو باز میکنین ممکن استش که یکی از اینها رو بخواید مثلا تبش اول باشه و بعد یکی تبش طب... آخر باشه کافی است که شما اینجا کلیک بکنید این تب رو ببینید کلیک بکنید و بکشین به سمت چپ میبینین که به ترتیب داره میره به اولین تب منتقل میشه و مثلا این یکی رو انتخاب بکنید و بکشین به سمت راست و میبینید که میادش در تب آخری قرار میگیره به این شکل شما میتونید ترتیب این تب ها رو هم عوض بکنید حالا دیگه این تب اوله این تب دوم و این تب سوم و به همین شکل شما به راحتی میتونید ترتیب اینها رو جابجا جا بکنید اما اگر که بخوایم مثلا دو یا چند عکس رو در کنار هم ببینیم چه کار باید بکنیم خب مثلا فرض کنید که من میخوام این عکس و این عکس رو در کنار هم دیگه ببینم کافی هستش که بیایم در داخل منوی ویندو و از اینجا روی گزینه ارنج بریم در اینجا چند تا گزینه مختلف برای چیدمان این عکس وجود داره مثلا یک حالتی وجود داره که عکس رو یعنی همه این که من الان باز کردم رو به صورت کاشیوار و به صورت عمودی در کنار هم میچینه ببینین اسم گزینش ورتیکالیه یعنی عمودی یعنی اینها رو به صورت کاشیوار و عمودی در کنار هم میچینه و این یکی به صورت کاشیوار و افقی اون شکلی هم که در اینجا هستش کاملا داره نشون میده که چه شکلیه مثلا من اینجا کلیک میکنم و میبینیم که هر ستای این اکس ها به صورت کاشیوار در کنار هم دیده میشه حالا اگر که من روی این یکی برگ کلیک بکنم الان این یکی عکس فعال من من روش میتونم کار بکنم اگر روی این یکی برگ کلیک بکنم این یکی عکس فعاله و من روی این یکی عکس میتونم کار بکنم اگر که دوباره بخوام اونها رو بچینم سر جاشون فقط کافی استش گزینه ویندو ارنج و کانسولیدیت رو بزنم به این شکل اونها دوباره برمیگردن به حالت تب قرار میگیره البته خب بازم میبینیم ترتیبشون به هم خورد کافیه که این رو بکشم اینجا و این رو هم بکشم در اینجا به این صورت حتما باید به صورت افاقی حرکت بکنه اگر به صورت افقی حرکت نکنه مثل الان چه اتفاقی میافته فرض کنیم مثلا من این برگر رو به جنگ افاقی حرکت بدم بکشم به سمت پایین ببینیم چه اتفاقی میافته؟ پنجره اون عکس جدا میشه یعنی در واقع اون عکس به صورت یک پنجره آزاد در میاد که من میتونم اون رو در هر جایی به این شکل حرکت بدم معمولا چه کسایی این عکس ها رو به صورت پنجره در میارن کسایی که دارن با دو تا مانیتور کار میکنن وقتی که شما این کار رو میکنین میتونید یکی از اکس ها رو ببرین و روی مانیتور دو قرار بدین مثلا در سمت راست یک مانیتور دیگه هم باشه این عکس رو ببرین در اونجا و در این قسمت هم شما میتونید روی این دو تا عکس کار بکنین به این شیوه شما عملا دو تا پنجره در اختیار دارین یکی این پنجره که میره اون طرف و شامل یک عکس هستش و یکی دیگه پنجره خود فتوشاپ که در اینجا دو تا عکس در داخل اون باز هستن اما اگر که یکی از این پنجره ها رو جدا کردیم و دوباره خواستیم برگردونید سر جاش به صورت برگه در بیادش کافیه بکشیم در اینجا ببینید یک خط آبی رنگی در اینجا داره نشون داده میشه معنیش اینه که الان این دوباره برگشتش و در داخل پنجره فتوشاپ به صورت برگه در اومد خیلی جالب اگر بدونید که یکی از اینها رو وقتی شما به صورت پنجره در میارین میتونی یک عکس دیگر رو هم بیارین و ببرین در داخل همون پنجره آزاد و این پنجره الان شامل دو تا عکس میشه و شما میتونید این پنجره رو ببرید توی یه مونیتور دیگه قرار بدین و در اینجا فقط یه دونه عکس داشته باشین به این شیوه شما میتونید پنجره های مختلف داشته باشین میتونید با چند عکس کار بکنین البته یادتون باشه شما نمیتونین همزمان یک ابزار رو روی دو تا عکس بکشین یعنی فقط همه فرمان ها و ابزارها و اینها فقط روی یک عکس کار میکنه که اون عکس برگش یا پنجرش در اینجا فعاله. یعنی اگر الان من هر کاری بکنم روی این عکس انجام میشه، نه روی این یکی که این پشت قرار گرفته. مگر اینکه روی این برگه کلیک بکنم، حالا هر کاری که انجام بدم روی این برگه اتفاق میافته بعد از اینکه شما این پنجره ها رو باز کردین چند تا پنجره مختلف رو میتونیم با کلیک کردن روی این گزینه X که در اینجا وجود داره یا همون گزینه در، اون عکس رو ببندین. مثلا فرض کنید من دیگه به این عکس احتیاج ندارم. روی این x کلیک میکنم و اون عکس بسته میشه همچنین من میتونم اگر که بخوام روی این ایکس کلیک بکنم و این پنجره رو ببندم یا اگر این رو برگردونم سرجاش و تبدیل به برگه بکنم میتونم با کلیک کردن روی این این برگه رو ببندم هیچ فرقی نداره در اینجا من این برگه های مختلف رو میبندم و این شکلی یاد گرفتیم که با چند تکس مختلف در داخل فتوشاپ کار بکنیم